امروز میخوام یه مدل کوکیز رو بهتون آموزش بدم که بهش میگن چاکلت کوکیز. اینجا 50 گرم شکر قهوه‌ای تیره دارم و 140 گرم شکر ساده، شکر سفید، شکر معمولی. اینا رو با هم میکس میکنم. و حالا 110 گرم کره‌ای که به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه میکنم. و کاملا با هم مخلوطشون میکنم. من از دستکش استفاده میکنم تا اینا رو با هم کاملا مخلوط کنم. و حالا یک عدد تخم مرغ بهش اضافه میکنم. و کاملا اینها رو با هم مخلوط میکنم تا شکر یک مقدار نرم بشه. به این صورت زمانی که حل شد و شکر یک مقدار نرم شد، حالا وانیل و آرد رو اضافه میکنم. اندازه یک چهارم قاشق چای خوری از اسانس وانیل استفاده میکنم. یک نیشکون نمک بهش اضافه میکنم. اینطوری باعث میشه که طعم خوشمزه تری از کوکیزا رو ما حس کنیم. یک دوم قاشق چای خوری بهش جوش شیرین اضافه میکنم. حتما بایستی جوش شیرین رو بهش اضافه کنیم. بیکینگ پودر هم جایگزینش نمیشه کرد. و حالا آرد رو اضافه میکنم. 200 گرم آرد. و کاملا اینها رو با هم میکس میکنم. بسیار راحت تهیه میشه و نتیجهش هم که عالیه. ببخشید، آرد 250 گرم آرد بود. من اشتباهی گفتم 200 گرم، در صورتی که 250 گرم بایستی آرد بهش اضافه کنیم. و الان 100 گرم شکلات شیری و شکلات سفید اضافه میکنم. 50 گرم از هر کدوم کفایت میکنه. اندازه یک گردوی درشت از این مواد رو بر میدارم و با فاصله درون سینی فر که چربش کردم قرار میدم. بسیار خوب، شیرینی ها رو به این صورت در سینی که چرب کردم و کاغذ روغنی روش کشیدم قرار دادم و در فر که با حرارت 180 درجه سانتیگراد گرم شده برای مدت 9 تا 11 دقیقه میپزم. این هم از شیرینی های من که آماده شد، ولی الان داغه، میذارم بمونه خنک بشه و بعد سروشون میکنم. این هم از کوکیزا که آماده شد. دقت کنید دوستان عزیز، پشت این کوکیزا ببینید چقدر خوب پخته. این یه مدل بسیار بیسیک و ابتدایی کوکیز هست که بهتون آموزش دادم، ولی دفعه بعد بهتون یک مدلش رو آموزش خواهم داد
که روی کوکیزا چروک میشه، مثل شیرینی کشمشی خودمون. ببینید چقدر قشنگ پخته. امیدوارم این کوکیز رو تهیه کنید و نوش جان کنید. خوشحال میشم که نظرات خودتون رو به صورت کامنت زیر خود همین ویدیو بنویسید تا من و دوستان بیننده هم ببینیم شما در مورد این کوکیزا چی فکر میکنید. تا برنامه بعد و یک دستور غذایی خوشمزه دیگه، شما رو به خدای دلهاتون میسپارم. خدا نگهدارتون.